سلام دوستان، من محسن پناهنیا هستم. امیدوارم که عالی باشین. امروز میخوام بهتون متن رو بهتون آموزش بدم که چطور و به چند روش انجام میشه. خب، ما واسه نوشتن متن ما چند تا روش، دو روش داریم. یه دونه میتونیم بیا اینجا قسمت فایل بیایم و قسمت نیو و قسمت لگسی تایتل اوکی میزنیم. خب و اینو که بزنیم تایپ تول، اینو بزنیم، میتونیم اینجا مثلا تایپ مثلا محسن پناهنیا. این الان نوشتم محسن پناهنیا، ولی این چون فونت ایرانی نیست، این نمی نویسیم. میایم اینجا مثلا فونت کلمه رو انتخاب میکنم، یعنی نوشت محسن. خب اینو میزنیم، این سلکشن توله، میاریمش اینجا، این دستک ها رو میبینیم، میگیریم، میکشیم. خب ببینیم این الان ارتفاع و عرضش آزاده، شیفت رو که بگیریم وفت میشه و به یه نسبت بزرگ میشه. ببینیم یه خود بزرگترش کنم. خب ببینید این متن که الان اینجا اینا، این اوپاسیتی شه، ببینید شفافیتش کم و زیاد میشه، این پوزیشن ایکس شه، چپ و راستی شه، وای بالا پایینی، این ویث یعنی عرضشه که کم و زیاد میکنه، اینم هیت ارتفاعش رو کم و زیاد میکنه، روتیشن چرخشه، اینم فونتشه، اینم حالا بولد یا بلک و مدیومشه، فونت سایز اندازه فونتمونه، این اسپکت که اینجوری میگیره بلند و کوتاهش میکنه، و تراکینگ بالا پایین میکنه، اینم اینجوری میشه. small cap size سفرش کنیم، سفر کنیم، این تغییراتی که روش میذاره دیگه. خب اینا underline، یه خط زیرش رو میندازه، distort هم که به این شکل میکنش، چیزای مختلف دیگه، باشین کار کنیم متوجه میشه. میتونیم بهش تکسچر بدین و شادو بهش بدین، بکگراند بدین بهش. خب این کارهایی که میشه رو فونت انجام داد. و اینجا مثلا یه خط دیگه هم بنویسم، یه اینتر میزنیم میاد پایین تر، مثلا ایدیتو، ایو میزشت مثلا ایدیتو، آیا آخرش نمیدونم چی کردم پاکش کنم. خب ببینید اینا انتخاب میکنی، این پاراگراف میگه چپ نویس، این وسط چین، این راست چین، این وسط چپ چینش میگه، خب ما وسط چینش میکنیم، اینم میگه که چپ از چپ بنویسه به راست یا از راست، این فارسی از راست به چپ بنویسه. اینم فاصله دوتا خط از همه، این هم فاصله حروفه که اینجوری کم و زیاد میشه، این هم اندازه فونته، و این هم که خود فونتو با اینا میتونین شکل بکشیم از این من اینجا اینجوری میتونین شیف بکشیم. اینو باید خط میکشه، مثلا کارهای خودشو داره دیگه.
خب اینم که مثلا میخواییم وسط در وسط بشه، کلیک میکنیم روش، این چپ و راست میاد وسط، اینم بالا پایین میاد وسط. بعد اما میاریمش اینجا. یه چیز دیگه هم هست، این پایین ببینید، این پایین ببینید فرمات های مختلفی هست. مثلا میزنیم اینجوری میشه، یعنی چیزای مختلفه دیگه. اوکی تمام که شد، زبده رو میزنین، ببینین اینجا تو پروژکتتون تایتل یک اومده، میارین اینجا میذارین داخل تایملاینتون، میاد اینجا. اوکی این پس یه روش شد، اینو پاکش کنم. روش دیگه تیو میزنید، تی ببینین اینجوری میشه، یک کلیک میکنین بعد میتونین بنویسید. خب اینجا نوشته است، دو تا کلیک میکنین، کنترل آ میزنین کلش سلکت میشه، میایین داخل، یا میتونین داخل افکت کنترل برین ببینید این قسمت تکست اینجا همون تنظیمات رو داره که وسط چین، راست چین و چپ چینه که میذارم وسط چین. اینم هم که همون کلون تنظیماتی که اونجا بود، مثلا بین دوتا خط فاصلهش که از راست بنویسه، و این هم که پوزیشنش و اسکیل و روتیشن و کل چیزایی که اونجا داشت اینجا داره، و این هم که استروک دورشه که مثلا خط دورشه، یعنی زیادش میکنم که ببینیم، یعنی دورش خط قرمز اومده. این بک‌گراندی که دورش یه بک‌گراند میذاره ببینید، که این بک‌گراند هم تنظیمات خودشو داره، این اوپاسیتیشه که میزانه شفافیت بک‌گراند، این بزرگ کوچیکی بک‌گراند، اینم اون لبه‌هاشو میگیره کرو میکنه که اینجا حالت نرم میگیره. این اینجوری شده، این ما تیکشو برمیدارم، اینم شادوه که بین زیرش یه سایه داده، از این خورد بیشترش کنه کامل بین اوپاسیتی شادوه، بینید زیرش شادو میده. خب این یه قسمت، یه قسمت هم اینجا اسنشل گرافیکه که اینجا میانیم دقیقا باز همون تنظیمات داره که اینو بزنیم میارش وسط، اینم بزنید اینجوری میاره وسط، اینم که پوزیشنشه، اینم سایزشه، این اپاسیتیشه، اینجا هم نوع فونتتونه، اینم چپچین راستچین و این فاصله بین حروف، بعد اینم که فاصله دوتا خط از هم، اینم چپ نویس و راست نویس، و اینم که همون استروک و بک‌گراند و شادو که توضیح دادم. اینم شد از متنمون که به دو روش میشه روی تصویر نوشت. کنترل تی بزنید یه متن خودش میاد اینجا و میتونید داخلش بنویسید، میتونید کلیک کنید اینجوری بکشید، یه باکس درست کنید و داخلش بنویسید، نه فقط داخل همون باکس نوشته میشه دیگه، همین دیگه، همین دو روش نوشتن بود. خیلی ممنون که تماشا کردیم، امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه این کلیپ. لطفا اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید که اگه ویدیوی جدیدی اومد مطلع بشید. ممنونم.